آقای دکتر نمکی از ابتدایی که این ویروس منحوس آمد، خب به ما امر فرمودن که در داخل روسیه پیگیر مسئله باشیم. ما در دو حوزه پیگیری کردیم و مرتب با ایشون تماس داشتیم، زحمت میدادیم. شاید بعضی از روزها با اینکه ایشون این همه گرفتار بودن، ولی شد روزهایی که ما 6 بار 7 بار شاید هم بیشتر با هم تماس تلفنی داشته باشیم و مرتب ایشون با دلسوزی تام پیگیر بودن. 5 بهمن ما اسپوتنیک با تلاش خالصانه آقای دکتر نمکی ریجستر شد. خب بندرم آقای دکتر نمکی به من این گونه فرمودن، یعنی واقعا این هم از لطفشون، گفتن آقای جلالی شما سفیر نیستید، شما قائم مقام وزیر بهداشت درمانی، هر کاری که فکر میکنی باید انجام بشه انجام بده. و دست ما ایشون باز گذاشتن، یه ما رو اعتماد کردن، به من مذاکره کننده بودیم. بعضی این برانبر نشستن، اتفاقا یکی از شفافترین، دقیقترین، سالمترین و بهترین قرارداد هاست، برای اینکه این قرارداد بین هیئت تومنای ارزی، صندوق تومن ارزی و بین صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم با هم بسته شده، هیچ واسطه‌ای وجود نداره، قیمت، پرداخت، همه چی شفاف و روشن. خب 2 میلیون بسته شد، بعد هم باز رفتیم به دنبال اینکه تعداد بیشتری قرارداد ببندیم که 60 میلیون دوز که 30 میلیون واکسن باشه، قراردادش بسته شد. البته خب میزان ارسال ما راضی نیستیم، ولی به هر حال محدودیت‌ها در همه دنیا وجود داره و تولیدات و فناوری میتونه یه جایی دچار امادار ایراداتی بشه، دچار تأخیرهایی بشه و اینها رو باید ما کاملا فهم بکنیم. ولی در این حال انتظار من از کشور روسیه این هست و انشالله جناب آقای ولادیمیر همین پیام ما رو خواهند رسوند. خود من هم باز روز دوشنبه با جناب آقای دیمیتریف صحبت خواهم داشت، انشالله بتونیم با سرعت بیشتری سایر واکسن ها رو بیاریم. امروز هم اگر کسی ادعا کنه که این ویروس رو و آینده این بیماری رو خوب شناخته، مطمئن باشید که یکی از نشانه های نادانیش. من این رو به جرأت میتونم بگم که جمهوری اسلامی ایران شاید تنها کشوری است در کشورهای دنیا که در اوج تحریم های ظالمانه هیچ بیماری در پشت در هیچ بیمارستانی به هیچ دلیلی سرگردان نشد. امروز دیگه ما بیمارستانی نداریم در کشور که چیزی به نام کمبود اکسیژن داشته باشه. ما خوشبختانه تخت آی سی یو اندازه کافی داریم و الان داریم الحمدلله 14,000 تخت بیمارستانی که حدود اینا 30% تخت آی سی یو داریم در کشور افتتاح میکنیم هفته به هفته، و این هم در اوج تحریم های به شدت سخت با لطف خداوند اتفاق افتاد.